سلام، با گزیده از مهمترین اخبار امروز یک شنبه هفتم اردیبهشت ماه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. بنابر اعلام دانشگاهی علوم پزشکی سطح استان، تست 4 نفر در حوزه دانشگاهی کرمان و 1 نفر در حوزه دانشگاهی سیرجان و 2 نفر حوزه رفسنجان مثبت شد. با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی جیروب صبح امروز اعلام کرد یک بیمار کرونایی در بیمارستان کهنو جان خود را از دست داده، اما علوم پزشکی کرمان در اطلاعیه خود هیچ مورد جدید فوتی گزارش نداد. دفترچه‌های بیمه تامین اجتماعی تا پایان اردیبهشت ماه و بیمه سلامت تا پایان خرداد 99 تمدید شدند. بنابراین بیمه شدگان فعلا نیازی به مراجعه حضوری برای تمدید دفترچه‌ها ندارند. امروز در ستاد استانی مقابله با کرونا افزایش پایان ساعت کار پاساژها و بازارهای سرپوشیده تا 21 و بازگشایی آرایشگاه مردان و زنان از فردا با شرط رعایت پروتکل‌های بهداشتی مصوب شد. استاندار کرمان با اشاره به اینکه عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی منجر به شیوع دوباره کرونا می‌شود گفت: اگر ضوابط و پروتکل‌های بهداشتی در استان رعایت نشود، مجبور می‌شویم محدودیت‌های گذشته را دوباره اعمال کنیم. رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از احتمال برگزاری نمازهای جماعت و جمعه و همچنین بازگشایی مساجد و زیارتگاه‌ها در مناطق کمتر آلوده از 15 اردیبهشت ماه یا 15 ماه رمضان خبر داد. با اعلام اتاق اصناف ایران، فعالان صنفی برای تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد مشاغل سال 98 تا پایان تیر ماه سال جاری فرصت دارند. فردا هوای کرمان صاف تا کمی ابری است و گاهی با افزایش ابر همراه است. دمای هوا هم بین 13 و 31 درجه سانتیگراد متغیر است. شما میتونید از طریق راه‌های ارتباطی که اینجا مشاهده می‌کنید، سوژه‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید و از مهمترین اخبار روز استان مطلع شوید. خدا نگهدار.